به شجاعتشون. این و در واقع به اون کاری که دارن انجام میدن. حالا من اینم میگم دیگه، حالا اگر در رو باز میکنن که هیچ اگر بگیم نه بگیم میشنویم. آره حین مصاحبه من صدای در شنیدم، خب شک کردم که احتمالاً کسی داره وارد میشه و شک کردم خب درست. بعد از اتمام مصاحبه من از یه شکل دیگه خارج شدم و رفتم پارکینگ ماشین سوار شدم و حین در واقع در پارکینگ رو که زدم من دیدم که 3-4 نفر در واقع یورش آوردن سمت ماشین. یکشم چیز داشت، پنج بوکس داشت، محکم کوبید به شیشه. من فکر کردم که اینا در واقع خفگیرن، چون عمل خفگیرانه بود رسماً. اگر بازداشت باید حکم داشته باشه، نه اینکه شما خف کنی طرف و با پنج بوکس بیای بزنی شیشه شو بشکنی که چیه میخوای بگیریش. و من از اونجا خارج شدم به هر طریقی که بود، یعنی ممکن بود تصادف کنم، ممکن بود بمیرم. و تا روز شنبه من یک جایی میمونم، شنبه صبح اول وقت میرم دادسرای اوین و با وکیلم اونجا خواهم بود. پسرم را در در منزلش دستگیر کردن، یعنی رو بودن بردن. در ارتباط با وضعیت حسین رونقی که روز چهارشنبه 4 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و باید گفت رو بوده شد. ریختن سری فرزندم، کته زدم و پاش شکندم و چند 23 روز است که زیر شکنده است. از شنبه صبح اومدم دادسرا، اونجا گرفتید، من همون موقع هم اعتصاب خوش میکنم. ملت بدانین این جمهوری سامی کشتن جان فرزندم را دارد. داستانی که از ساعت 3 بعد از ظهر شروع شد، وقتی حسین رونقی را برای درمان از زندان اوین خارج کردند و به گفته برادر او ساعت 8:30 شب به بیمارستان دی رساندن. روز گذشته با وجود اینکه چند روز قبل اون رو به بیمارستان فرستاده بودن و اما بستری نشد و درمان بهش ارائه نشده بود، حسین تا روزهای قبل با خانواده‌اش در تماس تلفنی بود. حتی دیروز 3 بار دیروز صبح با مادرش صحبت
دقیقا صحبت کرده و مادرش اینو تایید کرده بود که وضعیت سلامتی حسین کاملا هنوز هوشیار بوده و اونجا بهش اعلام میکنن که ما میخوایم ببریم برای بهداری، اما در دقایق آخر اعلام میکنن که نه، به بیمارستان منتقل میشه و قرار بوده که پدر و مادر که پشت در واقع آمبولانس حرکت میکنن که به طرف بیمارستان برن، اما در مابین راه و در اتوبان اون ماشین رو گم میکنن. ما دنبالش بودیم دزدیدن، اگر پسر من میخوان چی بدزدن بکشن باشید یه باره اونو بگرن. ولی باز هم حسین از آمبولانس با اون امکان تماس تلفنی داشته و مادرش اعلام کرده که من خوبم و من لطفاً بیان و در کنارم باشین. Well, now, the hunger strike is a weapon that's quite often taken up, but seldom carried through to its awful conclusion. So what makes a person go to the extremes? Bobby Sands is the most courageous man I have ever met. اولین باری که قصد داشتم یادداشتی در این باره بنویسم چند روز از ورود حسین رونقی به بند 4 سالن 3 می‌گذشت. هنگامی که در خبرها می‌شنیدیم مورد ضرب و شتم قرار گرفته، هر دو پایش شکسته و غیره. او روی پاهایش بود و آسیبی نیز در بدنش وجود نداشت. متاسفانه فضای رسانه به گونه‌ای ترتیب داده شده بود که هیچ شخص یا جریانی ریسک انتشار مطلبم را نپذیرفت، چرا که حملات لشکر سایبری آنها همه را مقموم خود نموده بود. حال که او آزاد شده و آن فضای سنگین تک قطبی نیز شکسته است، وظیفه اخلاق سیاسی خود می‌دانم تا نکاتی را در این مورد بیان کنم. حسین رونقی اگرچه به خاطر اعتصاب غذایی که پس از بازداشت آغاز کرد دچار ضعف بدنی شده بود، اما هنگام ورود به بند هیچ گونه آسیب بدنی مبنی بر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و به تبع آن شکستگی دست و پا نداشت. زمانی هم که توسط جمعی از زندانیان سیاسی ترخوش می شد، مصرف عسل و ارده بخشی از اعتصابش بود و بنابر شهادت چند زندانی سرم دریافت می کرد تا اینکه به بیمارستان بقیت الله منتقل شد. قصد پرداختن به حواشی نمایش اعزامش به بیمارستان را ندارم. هر آنچه را که یقین دارم و به چشم دیده ام می گویم.
بعد از بازگشتش از بیمارستان مدتی را در بهداری تحت سرم درمانی و تزریق ویتامین و مکمل بود و در نهایت به سویت اختصاصی با همان شرایط قبلی وارد شد و چند روز بعد هم آزاد شد. روایت کذبی که جریان رسانه‌ای مطبوع حسین رونقی به انضمام اعضای خانواده‌اش از وضعیت او ساخته و پرداخته کردند، با برجسته‌سازی و حنقه کردن وضعیت او، وقایع مهم جنبش اخیر را برای چند روز عملاً به محاق برد. در همان حال که از یمین تا یسار رسانه‌ها از حسین رونقی و وضعیت وخیمش می‌گفتند و می‌نوشتند و همزمان از یک طرف مدعیانی که خود را افشاگران ابتذال شر می‌دانستند اعتصاب قضا را که آخرین ابزار یک زندانی برای احقاق حقوقش است به ابتذال می‌کشاندند، از طرف دیگر سایر اخبار را به حاشیه می‌راندند. از سراسر ایران صدای گلوله به گوش می‌رسید. جسم بیجان کیان 10 ساله در یخ بود. دسته دسته دانشجویان بازداشت می‌شدند. برخی زندانیان سیاسی با وجود بیماری‌های صعب العلاج در بدترین شرایط محبوس بودند. عده دیگر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اما آنها کماکان به قصه سراسر دروغ خود رنگ تازگی می پاشیدند و بابت وضعیت حسین رونقی ابراز نگرانی می کردند. زمانی هم که از قول همبند رونقی گفته شد پاهای او سالم است، به همان سیاق سابق و به تأسی از خط امنیتی ها و با تجزیه طلب خواندن وی به زعم خودشان حسابش را کف دستش گذاشتند. امروز زندانیان سیاسی همبند او که چشم بر واقعیت رخ داد بستند، به همان اندازه مقصرند که ادعی در بیرون از زندان به پروموت کردن این کذاب یاری رساندند، همانهایی که با بویس و بیانیه اخبار وضعیتش را در بوق و کرنا کردند اما همه واقعیت را نگفتند و مسئولیت اخلاقی سیاسی خود را زیر پا گذاشتند. در بزنگاهی که نفیر آزادی خواهی زنان و مردان از خوزستان تا تهران گوش فلک را کر کرده است و عصیان ستم دیدگان را از بلوچستان تا کردستان با کشتار و سرکوب همه جانبی آنها پاسخ می دهند، آن فرومایه‌ای که تا پیش از این برای تخریب و پرونده سازی علیه نیروهای مستقل مترقی سر از پا نمی شناخت، رونق دکان اجاره‌ای خود را از دست رفته دید. نمایش مبتذلی سراسر دروغ، تزویر و سیاه نمایی به راه انداخت و فرمان پلشتی ها را به سمتی دیگر چرخان تا شاید دست کم بتواند برچیده شدن بساط بیرونقش را به تعویق بیندازد. اگرچه که او در حضور مقام قضایی و دو شاهد کتباً متعهد شد تا اطلاع ثانوی سکوت اختیار کند تا موجبات آزادیش فراهم شود، ولی بی صبرانه در انتظار شنیدن لاتائلاتش میمانم و نیک میدانم در اسرع وقت مورد هجوم این فاشیست ها و حواریانشان قرار خواهم گرفت. اما باکی نیست. دروغ‌های بزرگی احاطه‌مان کرده‌اند که آدم می‌خواهد خودش را سوراخ سوراخ کند تا این دروغ‌ها در وجودش رسوب نکند. علی نوری، زندانی سیاسی زندان اوین، بند 4، سالن 3، 8 آذر 1401.